دادستانی قم از بازداشت عوامل انتشار فیلم درگیری فرد معمم در درمانگاه قم با یک زن خبر داد. با برگزاری آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در چابهار، پایان امداد رسانی به سرزدگان اعلام شد. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نامه رسمی به معاون وزیر خارجه آمریکا خواستار لغو و ابطال ویزای معاون ابراهیم رئیسی برای سفر به آمریکا شد. بر اساس گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، صادرات نظامی ایران در 5 سال گذشته حدود 300% افزایش یافت. نیروهای آمریکا و بریتانیا در یک روز دست کم 17 حمله هوایی در غرب یمن انجام دادند. 50 تن از سرنشینان یک پروند بوئینگ 787 که از سیدنی عازم اوکلند بود، بر اثر تکانه شدید هواپیما مجروح شدند. و نخست وزیر هایتی در پی افزایش خشونت‌ها در کشور حاضر به استعفا شد. گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 12 ماه 2024 میلادی برابر است با 22 اسفند ماه 1402 خورشیدی. روح الله مسلم خانی، معاون دادستان قم، ماجرای درگیری فرد روحانی با یک زن در درمانگاه قم را یک طراحی و برنامه ریزی برای تفرق افغانی در جامعه خواند و از بازداشت 4 تن در این رابطه خبر داد. به گفته معاون دادستان قم، این پرونده به وزارت اطلاعات واگذار شد. در روزهای گذشته چند تن از مقامات حکومتی به جانبداری از فرد معمم در ویدیوی منتشر شده پرداخته بودند، اما ظاهراً این نخستین بار است که به روال گذشته این ماجرا برنامه ریزی شده خوانده می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، معاون دادستان قم مدعی شد که بازداشت شدگان، انتشار دهندگان و ارسال کنندگان فیلم به تلویزیون ایران اینترنشنال بودند و اعتراف کردند که قصد تفرقه افکنی در جامعه را داشتند. جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش سالانه خود با موضوع ارزیابی تهدیدها علیه این کشور اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تهدید منافع آمریکا و متحدانش در خاورمیانه ادامه خواهد داد. همزمان روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که تهدیدات تروریستی جدید مرتبط با تهران در اروپا در حال شکل گیری است. گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا روز دوشنبه 21 اسفند ماه از سوی اداره ملی اطلاعات ایالات متحده به صورت عمومی منتشر شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی قصد دارد موقعیت نوظهور خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کند و در این حال تهدیدها علیه حکومت ایران و خطر درگیری نظامی مستقیم را به حداقل برساند. همزمان سن بالای خامنه‌ای و احتمال ایجاد اختلاف در لایه‌های بالایی قدرت بعد از مرگ او موقعیتی تهدیدآمیز برای تهران است. با وجود هشدارها مبنی بر ضرورت ایمنسازی اماکن عمومی ناامن در ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید که بودجه کافی برای بیمارستان‌های ناامن زیر نظر این دانشگاه وجود ندارد. حسین قناعتی روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه با بیان اینکه حدود 10,000 میلیارد تومان برای ایمنسازی ساختمان‌های علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است، به خبرگزاری اینا گفت که چون این پولی را دانشگاه ندارد. او در ادامه گفت ما نمیتوانیم 5,000 تخت تهران را تعطیل کنیم. اگر بیمارستان‌هایمان را تعطیل کنیم، سلامت تهران مختل می‌شود. حسین قناعتی با اشاره به عمر بیمارستان‌های مهم تهران مانند بیمارستان خمینی که 90 سال پیش ساخته شده یا بیمارستان سینا که 100 سال پیشینه دارد، گفت که این بیمارستان‌ها در استانداردهای زمان خودشان ساخته شدند و حد نصاب ایمنی روز را ندارند. خبرگزاری صدا و سیما روز دوشنبه خبر داد که با برگزاری آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در چابهار،
به دلیل عادی شدن شرایط زندگی مردم پایان امداد رسانی به سیل‌زدگان اعلام شد. این در حالی است که منابع بلوچ از جمله وبسایت هالبش با انتشار ویدیوهایی از تداوم وضعیت نامناسب سیل‌زدگان بی‌سرپناه در برخی مناطق جنوب این استان خبر دادند. مهدی سجادی مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان روز دوشنبه گفت که تاکنون بیش از 59,000 تن تحت تاثیر سیل بوده و آسیب دیدند. سیل در جنوب سیستان و بلوچستان از 9 اسفند ماه آغاز شد و 16 شهر و شمار زیادی روستا را درگیر آب گرفتگی کرد. بنا به گزارش ها هنوز برخی راه ها و جاده ها دچار آب گرفتگی یا دچار شکستگی لبه ها هستند. به گفته شهرام مبارکی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان، مجموع خسارات جاده ای در سیل اخیر حدود 2100 میلیارد تومان برآورد شده است. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نامه رسمی به معاون وزیر خارجه آمریکا خواستار لغو و ابطال ویزای انسیه خزعلی معاون ابراهیم رئیسی برای سفر به آمریکا شد. انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده روز یک شنبه برای شرکت در نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل وارد نیویورک شد. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای روز دوشنبه خبر داد که در نامه رسمی به معاون وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در ایران مخالفت خود را با اعطای ویزا به یک مقام حکومتی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان در حالی برای سخنرانی در نشست سالانه کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل به آمریکا سفر کرده که جمهوری اسلامی سال گذشته در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی از این کمیسیون اخراج شد. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای با تاکید بر اینکه دولت آمریکا هیچ اجبار قانونی برای اعطای ویزا به مقامات خارجی جهت شرکت در نشست‌های سازمان ملل ندارد، خواستار لغو هرچه سریع‌تر ویزای خزعلی شده است. انسیه خزعلی پیشتر به دفاع از کودک همسری متهم شده بود. ابوالقاسم طالبی عضو شورای عالی نظام پزشکی میگوید مهاجرت پرستاران در ایران دیگر یک مشکل نیست، بلکه به مرز بحران رسیده است. طالبی روز دوشنبه 21 اسفند ماه در گفتگو با رادیو سلامت گفت در حالی که میانگین جهانی 3 پرستار به ازای هر تخت است، این میانگین در ایران کمتر از 1/3 استاندارد جهانی است. وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 240,000 پرستار در کل کشور داریم گفت اگر به تعداد کل پرستاران فعال در کشور هم استخدام پرستار داشته باشیم، باز هم از استاندارد جهانی خیلی عقب هستیم. این عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت در حالی نزدیک به 3000 پرستار در سال از ایران مهاجرت می کنند که در دانشکده های ما حدود 10,000 تن نیرو تربیت می شوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است. معاون شهردار تهران اظهارات مرتبط با استعفای مسعود درستی مدیرعامل مترو را رد کرد. جلسه شورای شهر تهران در روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه با حاشیه‌های غیبت مدیرعامل مترو و شایعه استعفای او همراه بود. مسعود درستی برای پاسخگویی درباره خرابی‌های مکرر متروی تهران به صحن شورا دعوت شده بود، اما به جای او مجید رستمی قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران در این جلسه حاضر شد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در واکنش به غیبت مدیرعامل مترو گفت ظاهرا آقای درستی از صحبت‌ها و انتقادهای اعضای شورا ناراحت شده و استعفا کرده است. بعد از آن محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در صحن شورا حاضر شد و با رد خبر استعفای مسعود درستی گفت که او دیروز و امروز در محل کارش حاضر شده است. هرمزی درباره علت غیبت درستی در صحن شورا توضیح داد که او سرماخوردگی شدید دارد و الان در مرخصی ساعتی است. حاشیه‌های مربوط به مدیر عامل متروی تهران و شایعه استعفایش از یک هفته قبل و با قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های کانادا شکل گرفت. دولت کانادا روز جمعه 18 اسفند ماه و همزمان با روز جهانی زنان مسعود درستی و زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی را به اتهام نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز زنان و دختران در ایران تحریم کرد.
جدیدترین گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم با نام اختصاری سیپری درباره خرید و فروش تسلیحات در جهان حاکی از افزایش چشمگیر صادرات سلاح از سوی جمهوری اسلامی است. این گزارش روز دوشنبه 21 اسفند ماه منتشر شده است. طبق یافته‌های سیپری، صادرات سلاح از سوی جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته در مقایسه با بازه زمانی مشابه پیش از آن 276% افزایش یافته است. این گزارش از روسیه، ونزوئلا و شبه نظامیان حوثی‌های یمن به عنوان اصلی ترین مشتریان تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی یاد کرده است. بینندگان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک می گوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو می کند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در یمن به یک کشتی باری با پرچم لیبریا در دریای سرخ 2 موشک شلیک کردند، اما موشک‌ها به کشتی اصابت نکرد. شبه نظامیان حوثی روز دوشنبه تاکید کرده بودند که این گروه در ماه رمضان و در همبستگی با فلسطینیان در واکنش به جنگ غزه عملیات نظامی خود را تشدید خواهند کرد. در همین حال ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه هم حملاتی را به اهداف حوثی‌ها در یمن انجام دادند. سخنگوی دولت یمن که در مجامع بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، به رویترز گفت در حمله آمریکا و بریتانیا به غرب این کشور 11 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. سنتکام اعلام کرد روز دوشنبه 6 حمله دفاعی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام داده است. تلویزیون المسیر متعلق به حوثی‌ها نیز گزارش داد که نیروهای آمریکا و بریتانیا در یک روز دست کم 17 حمله هوایی در غرب یمن انجام دادند.
4 روز بعد از اعلام تلاش برای گشایش کریدور دریایی از قبرس برای کمک رسانی به مردم غزه، نخستین کشتی از بندر لارناکا در قبرس بامداد سه‌شنبه 22 اسفند ماه به سوی غزه حرکت کرد. این کشتی نخستین شناور دریایی در عملیات انتقال کمک از طریق دالان دریایی از اروپا به غزه است و حرکت آن یک آزمون برای این مسیر در یاری رسانی محسوب می شود. لورا لانوزا از سازمان خیریه اسپانیایی دستان باز که کشتی را نیز با همین نام راهی غزه کرده به خبرگزاری فرانسه گفت که کشتی با 200 تن کمک سفر خود را آغاز کرد. کمک ها شامل برنج، آرد، حبوبات، سبزیجات کنسرو شده و مواد پروتئینی است. مدیران مؤسسه خیریه بین‌المللی مرکز آشپزخانه جهانی یا World Central Kitchen هم گفتند که 500 تن تجهیزات دیگر در قبرس آماده انتقال به کشتی هایی است که انتظار می رود در آینده نزدیک به سوی غزه حرکت کنند. رئیس جمهور قبرس در پیامی در شبکه ایکس نوشت: حرکت کشتی سفری برای امید و انسانیت و راه نجاتی برای کمک به غیر نظامیان است. وبسایت پولیتیکو به نقل از 4 مقام آمریکایی که از تصمیمات دولت جو بایدن مطلعند نوشت در صورت عملی شدن حمله ارتش اسرائیل به رفح در جنوب باریکه غزه، رئیس جمهوری آمریکا کمک نظامی به اسرائیل را مشروط خواهد کرد. این وبسایت آمریکایی نوشته صراحت جو بایدن در برداشتن چنین گامی نشان تشدید تنش در روابط او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است که تلاش‌های آرام دولت بایدن برای مهار جنگ بین ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس را رد کرده است. در شرایطی که بایدن هنوز تصمیم به محدود کردن انتقال تسلیحات به اسرائیل را نگرفته، مقاماتی که به شرط ناشناس ماندن با پولیتیکو گفتگو کردند، اظهار داشتند که رئیس جمهوری آمریکا قطعاً به چنین احتمالی فکر کرده و اگر اسرائیل عملیات جدیدی را آغاز کند که غیر نظامیان فلسطینی را با مخاطرات بیشتر روبرو کند، ممکن است که چنین تصمیمی را عملی کند. دست کم 50 تن از سرنشینان یک پروند بوئینگ 787 شرکت هواپیمایی لاتام که از سیدنی استرالیا عازم اوکلند نیوزلند بود بر اثر تکانه شدید هواپیما در میانه پرواز مجروح شدند. بر اساس بیانیه لاتام ایرلاینز، هواپیما تکانه ناگهانی شدیدی خورد که بر اثر آن 10 تن از مسافران و 3 خدمه هواپیما به بیمارستان انتقال یافتند. این هواپیما با 263 مسافر و 9 خدمه توانست که طبق برنامه از پیش تعیین شده بعد از ظهر دوشنبه در فرودگاه اوکلند بر زمین بنشیند. به گفته یکی از مسئولان بیمارستانی که پزشکانش حدود 50 تن را در فرودگاه مداوا کردند، شرایط جسمانی یکی از مجروحان حادثه وخیم است، اما جراحات مابقی سرنشینان هواپیما خفیف تا متوسط بوده است. علت این رخداد هنوز مشخص نشده، چنانکه کارشناسان معتقدند حوادثی از این دست علتهای چندگانه دارد و باید تحقیقات جامعی پیرامون آن انجام بگیرد. بوئینگ هم اعلام کرده که در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره این حادثه است، اما در همین حال سهام بوئینگ حدود 3% سقوط کرد. در پی افزایش خشونت و خرابی در هایتی و فشار کشورهای منطقه برای یافتن راه حل، نخست وزیر این کشور روز دوشنبه 21 اسفند ماه حاضر به کنارگیری شد. در روزهای اخیر خشونت باندهای تبهکار پایتخت این کشور جزیره فقیر را فلج کرده و دیپلمات‌های خارجی را مجبور به فرار از هایتی کرده است. گروه‌های جنایتکار که پیش از این کنترل بخش عمده‌ای از پورتوپرنس پایتخت هایتی و همچنین مسیرهای منتهی به سایر نقاط این کشور را در دست داشتند، در روزهای اخیر با تلاش برای برکناری آریل هانری از سمت نخست وزیری ویرانی به بار آوردند. هانری در پی نشست کاریکام، اتحادی از کشورهای حوزه کارائیب که از نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، کانادا و سازمان ملل هم دعوت کرده بود، با فشار این کشورها حاضر به استعفا شد. دادستان کل سوئیس اعلام کرده که رفعت اسد، عموی بشار اسد در جمهوری سوریه، به طور غیابی در این کشور دادگاهی خواهد شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه دادستانی کل سوئیس
در روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه اتهام رفعت اسد، برادر کوچکتر حافظ اسد را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از طریق صدور دستور قتل و شکنجه و بازداشت غیرقانونی در فوریه سال 1982 اعلام کرد. دادگاه فدرال سوئیس در آگوست 2023 حکم بازداشت بین‌المللی اسد را صادر کرده بود. این پرونده مربوط است به تلاش رفعت اسد که در سال 1982 معاونت ریاست جمهوری سوریه را بر عهده داشت برای از بین بردن اپوزیسیون اسلامگرای این کشور. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilawgroup.com. خبرها را دنبال می‌کنیم. یک هیئت آمریکایی اعزامی به عربستان سعودی در زمینه آزادی مذاهب اعلام کرد بعد از درخواست از یکی از اعضای آن مبنی بر برداشتن کلاه کیپا از سر، سفر هیئت به عربستان را کوتاه کرد و خاتمه داد. کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده که یک نهاد مشورتی تعیین شده از سوی کنگره برای دولت آمریکاست، خبر داد که اعضای هیئت در حال بازدید از یک شهر تاریخی در عربستان با درخواست سعودی‌ها از هاخام ابراهام کوپر رئیس هیئت برای برداشتن کیپا از سر خود روبرو شد. هاخام کوپر خود در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش یهودی ستیزی در دنیا گفت هیچ فردی صرفاً به خاطر یهودی بودن نباید از بازدید از مکانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد محروم شود، آن هم در اماکنی که برای نشان دادن وحدت و پیشرفت در نظر گرفته شده است. اشاره تلویحی این مقام آمریکایی به رویکرد سالهای اخیر ولایت عربستان در باز کردن درهای کشورش به روی جهان است. وی گفت که عربستان در چارچوب چشمانداز 2030 بر تغییرات اصرار دارد. شورای شهر تهران لایحه افزایش نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی این شهر در سال 1403 را تصویب و اعلام کرد. جعفر تشکری هاشمی عضو این شورا روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه اعلام کرد که
نرخ ورودی متروی تهران 16% و به طور میانگین قیمت تمام شده در اتوبوس تندرو 21% و اتوبوس عادی 30% نسبت به سال 1402 رشد خواهند داشت. بر این اساس قیمت بلیت تک سفر متروی تهران که اکنون 3300 تومان است در سال آینده 4300 تومان خواهد شد. وی همچنین گفت که 45% رشد برای نرخ کرایه تاکسی ها در نظر گرفته شده است. بینندگان عجمن به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.